خانومی که به شما ارجاع دادم در واقع مسئله که داره دانشجو هست و به خاطر مسئله که نگران درسش هست از قرص های استفاده میکنه که باعث بشه که بیخوابی بیاره و بتونه درس بخونه، ولی متاسفانه از عوارضش آگاهی نداره. از طرف دیگه از حشیش یا مواد در واقع توهمزا استفاده میکنه که در واقع در اون مسئله من یک کمی باهاش صحبت کردم و نظر من شما خوبه که وارد اون جزئیاتش بشی. و از طرف دیگه تو بعضی از مهمونیایی که میره از قرص اکستیسی استفاده میکنه که متاسفانه باعث میشه که تعادل روحیشو از دست بده و به نظر من شما که باهاش صحبت میکنی، جلسات مداومی که باهاش داری، میتونی در این زمینه صحبت کنیم باهاش. مسئله که از خیلی از جمعیت ایران جوان هستند و دانشجو هستند و این مسئله داره روز به روز شایع میشه، هم در واقع مسئله استفاده از این ریتالین که باعث میشه که درسته که بیخوابی میاره و برای شب امتحان نیاز دارن که ساعتهای بیشتری داشته باشن، اما باعث میشه که تمرکزشون از دست بدن و کانسنتریت نکنن. چون تمرکز ندارن در واقع در بلند مدت اون نتیجه که میخوان به دست بیارن به دست نمیارن. مسئله قرص میدونین که جوانا من فکر می‌کنم خیلی هم استفاده می‌کنن، چون فکر می‌کنن اعتیاد نمیاره. الان استفاده می‌کنم و یه ذره حالمو خوب می‌کنه و دو ساعت دیگه هم حالم خوب میشه، تمام میشه میره. ولی جریان خیلی مهمش اینه که اینا قدرت تصمیم گیریشون رو از دست میدن، خب وارد میدونین یه مسائل دیگه میشن، نمیتونن نه بگن، وارد مسائل جنسی که شاید دلشون نمی‌خواست اگر که این قرص استفاده نکردن هیچ وقت وارد این جریان نمی‌شدن و خب این لید می‌کنه به کلی مسائل اجتماعی دیگه. این خانم چون که دانشجو هستن و خب با توی مهمونی‌ها و اینا میرن، حتما با دوستای نزدیکشون هم به همین مسائل رجوع می‌کنن دیگه، این مدل مهمونی رفتناشونه. پس من فکر می‌کنم که خیلی خوب باشه که اتفاقا باشون صحبت کنیم و ببینیم که اگر که حاضر باشه دوستای دیگه‌ش هم راضی بکنه، با هم بیان میتونن این حالت حمایت بکنن همدیگر رو، همشون با هم وارد گروه درمانی شاید بشن که بتونن حمایت کنن همدیگر رو و سپورت کنن و همشون هم با هم آگاهی پیدا بکنن که حداقل چون این گروه ها که راحت از بین نمیرن، توی رفاقتشون میتونن به همدیگر هم کمک بکنن. نکته خیلی مهمی گفتی که بتونن دوستاشونم بیارن، چون مسئله اینه که همین دوستا هستن که باعث میشن میان استفاده کن بابا یه شب خوشحال باشیم فان، و ولی همین مسئله باعث میشه که اینا در واقع قدرت تصمیم گیریشون رو از دست بدن. چون تو این مهمونی های شبانه که در واقع اکثرا افراد مجرد هستن، ممکنه پیشنهادهایی بهشون بشه و چون ممکنه در کنارش هم از مشروب استفاده کنن، در واقع قدرت تصمیم گیریشون کاهش پیدا کنه. و من نگران این هستم که در کنار مسئله استفاده از قرص های توهمزا یا قرص های نشاط آور یا اکستیسی، مسائل رفتارهای جنسی کنترل نشده مثلا در واقع یا ناخواسته رابطه جنسی برقرار کنن، یا اگر هم خواسته باشه از روش های محافظت کننده استفاده نکنن که منجر به یا بارداری بشه یا حتی بیماری های آمیزشی. درست. آقای دکتر، این خانم درباره قرص های رتالین و اینا هم صحبت کردن که استفاده میکنن شبای امتحان و اینا؟ بله، ایشان اشاره کردن و میگفتن که این که اعتیاد نداره، چرا استفاده نکنیم؟ این یکی از این مسائلیه که خیلی اشتباه داره پخش میشه، مخصوصا توی خانوما، و
به خاطر اینکه هم با هم دیگه میگن دربارش که مثلا هم وزنتو میاره پایین، همین که حسابی هوشیارت میکنه و اینا، و حقیقتش اینه که توی طولانی مدت واسه کسی که مغزش احتیاج به این قرصا نداره آپسید افکتشو میاره و تأثیر مخالف برعکسشو. درسته، من حتما درباره این مسئله باشون صحبت میکنم که یه ذره من فکر میکنم آگاهی این قرصا و حالا چه ریتالین باشه که شاید یه ذره از اکستسی سیف تر باشه، ولی فرقی نداره، جفتش به همون اندازه اعتیاد داره. من خیلی از خانمهای جوان و حتی تحصیل کرده رو دیدم که میان میگن که ما از داروهای استفاده میکنیم، مثل در واقع کریستال استفاده میکنیم یا شیشه یا داروهای دیگه، که این داروها باعث میشه که اشتهامون از دست بدیم که لاغر بشیم. متاسفانه به جای اینکه برن دنبال یک برنامه بلند مدت ورزش و تناسب اندام، از این داروها استفاده میکنن که باعث میشه فرد بیخوابی به دست میاره و از طرف دیگه اشتهاش به صورت موقتی در واقع سرکوب میشه، اما وقتی که قطع میشه خب دوباره فرد برمیگرده به اون حالتش و حتی ممکنه هم خواب طولانی مدت داشته باشه و هم اینکه اشتهای بیشتری داشته باشه. این که فکر کنم تو این زمینه هم اگه باش صحبت کنین. آره حتما صحبت میکنیم. ایشون درباره این که با خانواده‌شون صحبتی داشتن، صحبت با شما کردن یا نه؟ من فکر نکنم ایشان فعلا علاقه داشته باشه، چون هنوز خودش باور نداره که اعتیاد به این مواد داره. فکر میکنه داره مثلا همین جوری اینجا مهمونی اونجا مهمونی یه شب به خاطر اینکه این یه مسئله بزرگش هم مسئله شرمشه، که اگر من الان به پدر مادرم بگم، به خانوادم بگم، خب خیلی زشته دیگه، چون که مثلا من دانشجوام، دارم درسام میخونم، مسئله اجتماعی خوبی دارم، حالا این انگ این که حالا این معتاد شدم به هم میخوره، یه مقدار این مسئله شرمش بالا میاد و بعد باش روبرو بشه که ببینه که این مسئله شرمو بذاره کنار، چون این میتونه یه بیماری باشه. نکته خیلی مهمی رو گفتین، چون در واقع بحث شرم باعث میشه این شرم و حیا یا حجب و حیا که میگن، میگه وای اگه به خانواده بگم چی میشه و ممکنه تردم کنن، و همینطوری به صورت آزمون و خطا به جای اینکه با خانوادهش که خیلی دوستش دارن و بهترین فرد یا افرادی هستن که بتونه باشون مشورت کنه، میره با همسنی خودش که اون همین اطلاع نداره به صورت آزمون و خطا طی میکنه. و فکر کن که با یک آزمون و خطا اگه یک فرد از این قرص استفاده کنه، خدای نکرده بچه دار بشه، چه عوارضی داره یا یک بیماری های آمیزشی پیدا کنه، چقدر تأثیر مهم میتونه در زندگیش داشته باشه. ببینین این مسئله شرمش هم اینه که چون شرم یکی از بدترین احساسایی که انسان یاد میگیره و از سن خیلی کم هم ما اینو یاد میگیریم که اونی که تو بدی، رنگ سیاه، من برم تو کورنر خودم قایم بکنم خودمو، مسئله رو خیلی گنده تر یه دفعه میکنه، چون که وقتی تو احساس شرم میکنی دیگه این احساس رو نمیکنی که میتونی بیای مسئله تو بیان بکنی، چون مسئله انقدر بد دیده میشه که پوشوندنش بهتر از بیان کردنش هست. و این خب خیلی جریان مهمیه که دربارش ما صحبت بکنیم، مخصوصا اگر که این خانوما ما بتونیم که حمایتش بکنیم که دوستاش هم بیاره، که بدونن که اینجا جای هستش که ما نه درباره شون بیرون صحبت میکنیم نه با خانواده هاشون تماس میگیریم، اینا میتونن بیان و توی جای خیلی امن مسائلشون رو مطرح بکنن. و با این قبل از این که جریان اعتیادشون خیلی بدتر بشه، همینجا کنترل بکنن و از بین ببرن این مسئله.